جنگ قدرت در عربستان سعودی، یکی از بسته ترین نظام های سیاسی جهان، عرب چقدر صحت دارد؟ دلیل سیاست های تهاجمی آنها در منطقه چیست؟ و زلزله هشدار دهنده افغانستان چقدر جدی گرفته می شود؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. سنت شکنی در عربستان کمتر سابقه دارد، ولی دست کم در عرصه سیاست خارجی ملک سلمان و چهره های تازه به قدرت رسیده دربار او حرکتی کم سابقه و مسیری پرچالش را شروع کردند. آن هم درست در زمانی که به دلیل وضعیت خاص اقتصادی جهان از حجم دلارهای نفتی عربستان به شکلی قابل ملاحظه کاسته شده. این طرف و آن طرف حرف از اختلاف بخشی از حلقه مرکزی قدرت با پادشاه و ولیعهد و وزیر دفاع جوانش هم در میان است و اینکه احتمال می‌رود تاریخ تکرار شود. به این معنا که 51 سال پیش در همین روزها ملک فیصل ملک سعود را به زیر کشید. در برنامه امروز بیشتر درباره مسیر جدید عربستان صحبت می‌کنیم با علی معموری، پژوهشگر و کارشناس مسائل خاورمیانه که از سیدنی استرالیا با ماست، و حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب از استانبول. اما قبل از آغاز بحث، گزارشی ببینیم از مسعود صابری. اهدای مهمترین نشان دولت عربستان سعودی به دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا. 3 سال پیش، زمانی که پادشاه پیشین ملک عبدالله در قید حیات بود و روابط بریتانیا و عربستان صمیمانه تر از امروز. حالا سفیر عربستان در لندن هشدار داده روابط دیپلماتیک دو کشور در آستانه کدورت است. آقای سفیر به خصوص اعتراض رهبر حزب کارگر به مجازات اعدام علی محمد باقر نم را بی احترامی به دولت خود و زمینه تیرگی روابط می داند. معترضان به حکم باقر و نمر جوان، حکم او را سیاسی و ناشی از وابستگی خانوادگی او به شیخ نمر، روحانی معترض شیعی می دانند. اما کدورت با بریتانیای دوست و اعتراض به وضع حقوق بشر عربستان بزرگترین مشکلات حکومت ملک سلمان نیست. ملک سلمان 80 سال است. ملک عبدالله و ملک فهد از اون غربگراتر بودند. اون قدرت زیادی در اختیار پسر جوان محبوبش شاهزاده محمد بن سلمان قرار داده. شاهزاده‌ای که در 30 سالگی شاید جوانترین وزیر دفاع دنیا باشه. اون هیچ تجربه حضور در جبهه جنگ رو نداره و هدایت کمپین عربستان در یمن بر علیه حوثی‌ها رو به عهده داره. اون در سیاست حمایت عربستان از نیروهای ضد بشار اسد و حامیان ایرانی و روسیش هم نقش عمده‌ای داره. هفته گذشته ملک سلمان میزبان جان کری بود تا برای صلح در سوریه فکری بکنند. اما اختلاف بر سر آینده سوریه پابرجاست. عربستان حتی برای دوره انتقالی هم زیر بار زمامداری اسد نمی‌رود. در یمن 7 ماه حملات هوایی عربستان رئیس جمهور هادی را بعداً بازگردانده. اما جنگ با حوثی‌ها در شرق و شمال یمن ادامه دارد. هزاران نفر کشته و بیش از 2 میلیون آواره موجی از مخالفت و بدبینی نسبت به سیاست عربستان برانگیخته. در کنار همه این بحران‌های منطقه‌ای، حادثه منا قدرت اداره امور داخلی را هم در عربستان به زیر سوال برده. بیش از 460 کشته ایرانی در این حادثه همه دولت مردان ایران را در کنار هم قرار داد. ضدیت با حکومت عربستان به بخش‌هایی از مردم ایران هم راه یافت و واکنش رهبر ایران را برانگیخت. رعایت حرمت برادری در امت اسلامی رو نگه داشتیم. ما میتونیم عکس‌العمل نشان بدیم. عکس‌العمل‌های ما اگر بنا شد عکس‌العمل نشان بدیم خشن هم خواهد بود. حالا دخالت نظامی روسیه به نفع اسد، متحد استراتژیک ایران نیز به نظر نمی رسد عربستان را به فکر نرمش در برابر رقیب انداخته باشد. ایران باید از سوریه عقب نشینی کند. نباید به رژیم بشار اسد اسلحه بدهد. باید شبه نظامیان شیعه مثل حزب الله را که به سوریه فرستاده از آنجا بیرون بکشد. فقط در این صورت است که می تواند نقشی سازنده برای برقراری صلح داشته باشد. ولی ایران فعلا کشوری پیکارجوست و اشغالگر سرزمین‌های عربی در سوریه. همه این نزاع‌ها باعث شد تا روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در مقاله اینطور تحلیل کند که 8 برادر ملک سلمان در فکر راهی هستند تا برادرشان را برکنار کنند.
اگرچه ایندیپندنت اسناد محکمی ارائه نمی‌دهد، ولی بسیاری از علاقمندان به سرنوشت عربستان را به این فکر انداخته که حکومت سلمان از این گردابها سالم بیرون خواهد آمد. علی مأموری و حسن هاشمیان با ما هستند. آقای مأموری، ما همونطور که در گزارش اشاره شد اعتراض عربستان سعودی رو داشتیم به دولت بریتانیا مبنی بر اینکه روابط باید روابطی مبتنی بر احترام باشه. عربستان مدت است که کم و بیش سیاست تهاجمی رو در مقایسه با یا در برابر کشورهای مثل ایران دنبال میکنه، ولی به نظر میاد که یک مقداری لحن و بیانش با متحدان قدیمی خودش هم تغییر کرده. دلیلش چی میتونه باشه؟ من تصورم اینه که این برمیگرده به تغییری در واقع وضع جهانی نسبت به خاورمیانه و نگاهی که قدرت‌های بزرگ نسبت به خاورمیانه دارن. توافقنامه هسته‌ای موجب شد که به نوعی کفه و در واقع وضعیت ایران نسبت به عربستان بهبودی بهتری پیدا بکنه و عربستان از اون زمان به بعد، از زمانی که مسئله توافقنامه جدی گرفته شد و معلوم بود که ایران به زودی در واقع به یک توافقنامه خواهد رسید، این تصور برای سعودی ها حاصل شد که به نوعی در واقع غربی ها دارند ایران رو در واقع یک برتری ویژه‌ای میدن نسبت به سعودی که به نوعی همپیمان استراتژیک و دیرین در واقع قدرت‌های بزرگ غربی بود. این از یک طرف، و از طرف دیگر پیشرفت‌ها و پیشروی‌هایی که ایران در منطقه خاورمیانه داشت، روابط بسیار خوبی که تونست با عراق نگه بداره و بتونه نفوذ خودش رو هم در سطح امنیتی، هم در سطح نظامی و هم در سطح سیاسی در عراق حفظ بکنه، تونست حکومت بشار رو از سقوط نجات بده. پیشبینی‌ها همه بر 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه و 5 ماه بود که سقوط بکنه بشار اسد، ولی بشار اسد بعد از حدود 4 سال همچنان در واقع تا حد زیادی قدرت رو، در حداقل بخشی از قدرت رو در سوریه داره. مجموعه این امور موجب شد که سعودی‌ها رو به یک واکنش جدی‌تر بکشونه. بر این بیفزاییم همچنین تغییر وضعیت داخلی سعودی رو که چرخش از در واقع ملک عبدالله به یک جناح محافظه کارتر و تندروتر. همه اینایی که شما میگید درست آقای مأموری، ولی مشخصا سوال من این بود که الان بیان عربستان نسبت به متحدی مثل بریتانیا اینه که موعظه نکنید، مثلا با ما با احترام متقابل برخورد بکنید. آیا عربستان در مواجهه با متحدان درجه یک خودش، متحدانی که سالها با اونها رابطه خوب داشته، هم روی کردی متفاوت در پیش گرفته؟ ناشی از این هستش که سعودی ها تصور همینی که عرض کردم، تصور این رو دارن که در واقع همپیمان های قدیم استراتژیک دیگه آنچنان هم همپیمان نیستن. بله، خیلی ممنون. و الان در واقع یک وضعیت جدیدی شکل گرفته و اینها باید در این وضعیت که چالش خیلی زیادی رو باش مواجه هستن، باید بتونن موقعیت قدیم خودش رو تا حد زیاد تثبیت بکنن. خیلی. آقای هاشمیان، چقدر واقعا اگر تغییر لحن عربستان سعودی رو با کشورهای مثل آمریکا یا غرب بپذیریم، این میتونه واقعا واقعی باشه؟ به خاطر اینکه از خیلی از نگاه‌ها این کشورهای غربی یا مثلا این آمریکا هست که در منطقه مثل منطقه خلیج فارس برای سالها خودش رو ضامن تأمین امنیت کشورهای مثل مثلا عربستان سعودی میدونسته. دقیقا چیزی که شما مطرح کردین کاملا درسته، منتها عربستان سعودی در چند سال اخیر بخصوص بعد از آمدن سلمان از سیاست‌های آمریکا به شدت ناراضیه، از سیاستی که در سوریه آمریکا اتخاذ کرده و سیاستی که در عراق اتخاذ کرده. در سوریه آقای بشار اسد هم از شیمیایی استفاده کرد و هم از بشکه‌های انفجاری که به شکل خیلی وسیع به کشتار منتهی میشه و انتظار میرفت که اقدامی صورت بگیره از سوی دولت آمریکا، اما صورت نگرفت. و الان وضعی هم که در سوریه پیش آمده، در واقع دولت عربستان، آمریکا و ضعف آقای اوباما را مسئول این وضع و آمدن روسیه و آقای پوتین به این شکلی که الان داریم میبینیم. در اون آقای هاشمیان، اجازه بدید که روی همین نکته که اشاره کردید یک مقدار درنگ کنیم. یعنی این بحث کشتار در سوریه به نظر شما به عنوان یکی از عوامل منفی از طرف عربستان تلقی میشه و این باعث انتقاد شده؟
ببینید بحثی که آقای بشار اسد و روشی که آقای بشار اسد طبق آمارهایی که مرکز حقوق انسان، نه آمارهایی که عربستان ارائه میده و نه دولتهایی که مخالف بشار اسد، بلکه طبق آمارهایی که مرکز حقوق انسان در واقع ارائه میده، بیش از 90% کشته ها و خرابی شهرهای سوریه توسط بشار اسد صورت گرفته و بنابراین بایستی اقدامی خیلی متوازن با این کارهایی که آقای بشار اسد انجام داده صورت میگرفته. خب پس منظورتون هم اینه که عربستان سعودی یکی از انتقادهای مشخصش اینه که چون عده زیادی از مردم در سوریه کشته شدن و بشار اسد هم مسئولش بوده و کسی در حقیقت جلودار بشار اسد نبوده، این سیاست رو اتخاذ کرده. حرفی که من میزنم این که بحران سوریه و تداوم این بحران رو عربستان سعودی یک بخشش رو در مسئولیت آمریکا میگذاره. در واقع آمریکا نسبت به برخورد با بشار اسد جدی نبود و این وضعیتی که الان به این شکل پیش آمده یک بخش خیلی بزرگش رو متوجه آمریکا میدونه و کارهایی که آقای اوباما نسبت به بشار اسد انجام داد. در واقع اگه اونجا اراده خیلی قوی در اداره آمریکا وجود داشت، الان وضعیت به این شکلی که در سوریه شکل گرفته وجود نمی آمد. داعش از سال 2014 به بعد پیدا شد. قبل از این سال داعشی وجود نداشت. بنابراین بحرانی که در سوریه شکل گرفته، یک بخشش این که جامعه جهانی مسئولیت‌های خودش رو در برابر مردم سوریه انجام نداده و عربستان سعودی نسبت به تداوم این ناامنی در بخش خاورمیانه و در سوریه نگرانه. آقای معموری، آیت الله خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های خودش گفت که میشه نقش کشورهای دنبال رو سیاست آمریکا در منطقه خلیج فارس رو، که خب خیلی‌ها فکر می‌کردن ممکنه عربستان هم جزء اون باشه، میشه این رو صفر ارزیابی کرد، به خاطر اینکه اینها از خودشون چندان قدرتی ندارن. ولی الان اگر نقش عربستان سعودی رو مثلا در اونطور که گفته میشه در سوریه ارزیابی بکنیم، یا نقشی که در یمن داره یا در جاهای دیگه، آیا میشه گفت که این ارزیابی درستیه و عربستان مثلا دست کم گرفته نشده؟ ببینید، قسمتی از این صحبت ممکنه به هر حال جنبه تبلیغاتی داشته باشه، به هر حال صحبتایی که در مقام تبلیغات سیاسی و در مقام درگیری با رقیب داره شکل میگیره، اما فرای از این صحبت اگر بخوایم به تاریخ در واقع حضور بیرونی و خارجی عربستان سعودی نگاه بیاندازیم، تقریبا در هیچ گونه دخالت نظامی بیرونی سابقه موفقیت آمیز عربستان سعودی نداشت. در مقام در واقع دخالت های از نوع ایجاد آشتی و ایجاد در واقع صلح بین طرف های درگیر، یک نمونه بسیار موفق رو داریم که اینو باید ذکر کرد، نمونه صلح آغاز دهه 90 بین طرف های درگیر در جنگ داخلی لبنان که با رعایت به نوعی و با تولیت به نوعی در واقع ملک عبدالله این کار صورت گرفت که در اون زمان ولیعهد بود امیر عبدالله. فرای از این مورد تقریبا مورد موفق دیگری ما از عربستان سعودی نداریم که در سیاست‌های خارجی خودش تونسته باشه یک نقش مثبت یا قدرتمندی رو در واقع بتونه حفظ بکنه. از یمن شروع بکنیم. زمانی که حکومت پادشاهی یمن درگیر بود با چپ‌ها، در اون زمان در واقع عربستان حامی نظام پادشاهی بود و نظام پادشاهی نتونست خودش رو حفظ بکنه. در عراق نمونه دیگری از این دست رو مشاهده هستیم که از صدام حمایت کردن و بعد صدام تبدیل شد به دشمن خودشون در حمله به کویت. بعد از اون در واقع در ماجرای حمله به عراق در سال 2003 باز در واقع کشورهای خلیج به نوعی حامی این حمله بودند برای به زمین انداختن صدام، اما نتیجه اون به ضرر اونها شد. بعد از 2003 حضورشون در عراق حضور ناموفقی بود. حضور در سوریه به موفقیت چندانی نانجامید علی رغم مبالغ بسیار زیادی که در واقع هزینه کردند و تلاش‌های بسیار وسیعی که داشتند. در مجموع این حرف رو من حرف چندان بیراهی نمیدونم که عربستان سعودی در سیاست خارجی، ولی خب در مورد بحرین چی مثلا، یا در مورد یمن چی مثلا؟ اگر دخالت عربستان سعودی در یمن نمی بود، شاید این فقط حوثی‌ها بودن که در اونجا قدرت داشتند. ببینید، وضعیت یمن و بحرین
و بحرین رو در یک افق کوتاه نباید دید. در واقع این مثل اینه که فرض کنید در آغازی که انقلاب در واقع سوریه شروع شد ما شاهد عقب نشینی جدی بشار بودیم، خیلی پیشبینی 5 ماه و 6 ماه که عرض کردم می‌کردن. الان هم در یک افق کوچک نباید یمن و بحرین رو دید. بحرین همچنان در یک وضعیت ناآرام قابل انفجار در هر لحظه قرار داره و وضعیتش آرام نیست. یمن هنوز به هیچ نتیجه نرسیده. جنگی که قرار بود در عرض چند هفته تموم بشه و حوثی‌ها رو به عقب بکشونه، بله موفقیت‌های بر زمین داشت. حوثی‌ها به طور طبیعی عقب نشستند، از خیلی از مناطق بیرون اومدن و در واقع رئیس جمهور موقت هادی تونست برگرده. این اتفاقات افتاد ولی هنوز مسئله حل نشده. درست. زمانی که این تبدیل بشه به یک ستینگی، به یک تنظیمی که بتونه یک نوع آرامش و استقرار رو در منطقه و در اون کشور ایجاد بکنه، میتونه بگیم پروژه عربستان پروژه موفق بود. آقای هاشمیان، اگر حرکت عربستان رو در منطقه نگاه بکنیم و همینطور در سطح بین المللی، چقدر این حرکت با توانایی‌های داخلی عربستان همخوانی داره؟ آیا در درون اون استحکام لازم رو داره که تبدیل بشه به یک بازیگر مهم در منطقه و حتی در سطح جهان؟ ببینید، کشور عربستان و سیاست عربستان سالهاست که به عنوان کشور محافظه‌کار عربی شناخته میشه و اتفاقا خیلی از کشورهای عربی و اسلامی از این سیاست عربستان انتقاد میکردن. الان وضعی که پیش آمده به اوضاع ضد عربستان، چه در یمن، چه در عراق، چه در سوریه، چه جاهای دیگه، به جایی رسیده که سکوت جایز نبود تو اینجا و بایستی عربستان حتما اقدام میکرد. در غیر این صورت حوثی ها باب المندب رو میگرفتن و در واقع بعد میامدن ریاض رو تهدید میکردن. به همین خاطر تصمیمی که گرفته شد که بایستی در یمن دخالت بشه، یک تصمیم دفاعی بود از خود عربستانی ها و مجبور شدن به این شکل وارد بشن و قدرت خودشون رو اینجا متمرکز کنن. الان از لحاظ ساخت سیاسی برخلاف اون شایعاتی که شک میگیره که مثلا عربستان از داخل ضعیفه، برخی از روزنامه ها از جمله ایندیپندنت این گزارش ها رو منتشر کرده یا بخشی از روزنامه های لبنانی که به حزب الله وابسته است، به این شک نیست. یک فردی به نام سعود سیف النصر وجود داره، این نواده ملک سعود که شما هم اشاره کردیم به در گزارش خودتون. ایشون نه عضو شورای بیعت هستش که این شورا خیلی تعیین کننده است در ساختار قدرت عربستان و در انتخاب پادشاه و همینطور ولیعت، و نه در امور امنیتی یا وزارتخونه های مهم دخیله، ولی انتقادهای خودش را متوجه میشه و جالبه که این فرد فقط انتقاد میکنه. در سال 2006 که ملک عبدالله در واقع آمد شورای بیعت را ایجاد کرد و دبیر اون رو آقای خالد تویجری، که این خالد تویجری از خاندان سلطنتی نیست، اینو به عنوان دبیر این شورا قرار داد، همین فرد یعنی آقای سعود سیف النصر انتقادات شدیدی از این انتصاب انجام داد. میگفت که فردی رو آوردن که از خاندان سلطنتی نیست و این پست مهم رو بهش دادن. الان همین فرد آقای سعود سیف النصر انتقاد میکنه که چرا خالد تویجری رو کنار گذاشت. بنابراین مشخصه که این فرد و افرادی که نزدیک به اون هستن انتقادهایی رو مطرح میکنن که فقط میخوان انتقاد کنن، نه در ساختار قدرت هستن، نه در شورای بیعت. و پادشاهی که الان حکومت میکنه تمام نهادهای موجود بخصوص شورای بیعت ازش حمایت میکنن. همین محمد سلمان که الان به شکلی ازش انتقاد میشه، در واقع با 28 رأی شورای بیعت از 34 رأی در واقع مورد تایید قرار گرفت. درست. بنابراین در نظام ها و در نهادهای موجود در عربستان اون چیزی که بایستی ایجاد تغییر بکنه و فشار وارد کنه بر پادشاه الان وجود نداره. آقای ماموری، شما چی فکر میکنید؟ آیا میشه چنین تصوری کرد، اونطور که در روزنامه ایندیپندنت هم نوشته شده بود، آقای هاشمیان هم بهش اشاره کرد، که مثلا خانواده سلطنتی در عربستان سعودی بیان و پادشاه رو به زیر بکشن، یک پادشاه دیگه تعیین بکنن، کما اینکه یک بار مثلا در 51 سال پیش اتفاق افتاده؟ من تصور این که این اتفاق در واقع توسط بازیگرهای داخلی داخل خانواده پادشاهی بخواد صورت بگیره رو خیلی بعید میدونم و با آقای هاشمیان در این بخشش
موافق هستم. اون نمونه سابقی هم که گفتید به حال با نوعی حضور بازیگرهای بیرونی بود و نوعی همپیمانی در واقع با جانب آمریکایی بود و آمریکایی تونستن تغییر رو ایجاد بکنن. این رو خیلی بعید میدونم که این تغییر از جانب نوعی در واقع کودتا یا تغییر یا هر چیز دیگری اسمش رو بذاریم درون خانواده پادشاهی بخواد پیش بیاد. اما به طور کلی با اینکه نظام عربستان یک نظام مستقری هست و چالش جدی رو در واقع در نظام سیاسیش و در وضعیت اجتماعیش مواجه نیست، با این مخالفت جدی دارم. از این جهت که از یک طرف ما شاهد در واقع نوعی شکاف جدی در جامعه عربستان هستیم بعد از حملات متوالی که علیه در واقع اقلیت شیعی در آنجا داره صورت میگیره. در قطیف 3 حمله تا حالا صورت گرفت، حدود هفته قبل تقریبا بود حمله دیگری در نجران علیه شیعان اسماعیلی 12 شیش امامی شکل گرفت و صورت گرفت و اینها به تدریج زمینه نوعی چالش جدی رو در واقع در شکاف اجتماعی داره ایجاد میکنه. همین وضعیت رو بین گرایش های لیبرال و گرایش های در واقع سنتی داریم. نظام دینی و نظام پادشاهی در واقع چنان مچ به شکل کامل با هم دیگه نیستن. اختلافات بین شخصیت های سیاسی رو ما در کنار زدن مقرن که در واقع توسط همون شورای بیعت آمده بود سر کار و رفتنش بدون هماهنگی شورای بیعت شکل گرفت یا با نوعی فشار برای شورای بیعت در واقع شکل گرفت، اینها رو ما شاهدش هستیم. اینا نشان دهنده یک تغییری در وضعیت سیاسی و اجتماعی عربستان هست. علاوه بر این فقط یک جمله دیگر هم بیفزایم، نوع نگرشی که در واقع قدرت‌های بزرگ نسبت به عربستان دارن کاملا ما شاهد یک چرخش جدی هستیم. انگلستان، آمریکا و کشورهای غربی دیگه به شدت و به شکل صریح در برابر نقض حقوق بشر در عربستان و برخی فعالیت‌های درونی و بیرونیش مواضعی رو می‌گیرن که نسبت به گذشته کاملا بی‌سابقه است. آقای هاشمیان، بد نیست که به یک موضوع مهم دیگر هم اشاره بکنیم و اون اهمیت استراتژیک کالایی مثل نفت بوده و رابطه اون با ثبات و امنیت و همینطور سیاست‌گذاری در زمینه کشوری مثل عربستان. ما میدونیم که نفت به شدت قیمتش پایین اومده. عربستان سعودی هم کشوری است که از بسیار جهات یک کشور تک محصولی به حساب میاد و نفت به عنوان یک حرب همیشه در دستش بوده. الان واقعا آیا میشه گفت که با توجه به این قیمت نفت و با توجه به این میزان تولیدی که در بازار هست، باز هم عربستان میتونه از این حربه و از این کارت به نفع خودش استفاده بکنه؟ این نکته بسیار جالبه و حرف شما کاملا درسته. به این شکل عربستان بعد از این پایین آمدن قیمت نفت حدود 30 میلیارد دلار در سال رو از دست داده. بودجه امسال عربستان حدود 70 میلیارد ریال، یعنی حدود 18-19 میلیارد دلار کم داره. ولی یکی از مسائل مهمی که عربستان داره این که از یک ذخیره ارزی بسیار قوی برخورداره، حدود بین 700 الی 800 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره و از این طریق میتونه از این استفاده کنه. شاخص هایی که در مورد اقتصاد عربستان وجود داره، مثلا شاخص تورم در سال 2013 تورم 3.5 بود، در سال 2014 به 2.7 کاهش پیدا کرد و انتظار میره، اونطور که خودشون مطرح میکنن انتظار میرن که در سال 2015 تورم به 2% کاهش پیدا میکنه. در مورد بیکاران، نرخ بیکاری در حدود 12.5 بود در سال 2012، الان رسیده به 11.7. تعداد کل بیکاران عربستان حدود 650 هزار نفرن که از این تعداد حدود نزدیک به 400 هزار نفر زن هستن. بنابراین این مشکلات در اقتصاد عربستان وجود داره، منتها با توجه به ذخیره ارزی و با توجه به اینکه دولت عربستان در شرکت‌های معروف خرید نفت به شکلی سهام داره، میتونه از اون طریق اون کمبودها در مورد قیمت نفت رو به شکلی جبران کنه. ولی در مجموع کاهش قیمت نفت اثر مستقیمی بر اقتصاد عربستان داره. متشکرم از حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب از استانبول ترکیه با ما، و همینطور علی معموری، پژوهشگر و کارشناس مسائل خاورمیانه از سیدنی استرالیا با ما. زلزله‌ای که کانون آن در شمال شرق افغانستان بود، پاکستان، تاجیکستان و حتی چین و هند را لرزاند. زلزله‌ای شدید که
دست برق‌ضا در اعماق زمین رخ داد و از شدت و تلفات آن در سطح زمین به شکلی قابل ملاحظه کاسته شد. ولی همین صدها کشته در افغانستان و پاکستان هم تلخ است و هشدار دهنده. چقدر افغانستان در مواجهه با زلزله آماده است؟ در برنامه امروز بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد با عبدالرحمن کلانتری، رئیس اداره حوادث هلال احمر افغانستان، و همینطور فوزیه کوفی، نماینده ولایت بدخشان در مجلس افغانستان، که هر دو از کابل با ما هستند. خانم کوفی، زلزله در ولایت بدخشان رخ داد، البته کانون اصلی اون در ولایت بدخشان و همینطور در مرکز ولایت بدخشان در حوالی البته شهر فیض‌آباد بود. شما هم نماینده مجلس از ولایت بدخشان هستید. چقدر راضی هستید از کمک رسانی که صورت گرفت و از واکنشی که نشان داده شد به این زلزله توسط دولت افغانستان و همینطور در سطح ملی؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا ما خدمت کسانی که اعضای خانواده خود در این زلزله از دست دادن تسلیت عرض میکنم. خب متاسفانه سال روان سال حوادث بود، هم حوادث طبیعی و هم حوادث غیر طبیعی، مخصوصا در مناطق شمال افغانستان که جنگای دوام داره، همه روزه مردم قربانی میگیره و در کنارش حوادث طبیعی که در آغاز سال فرو رفتن زمین و برف کوچ مشاهده بودیم و حال هم زلزله در سراسر افغانستان تقریبا تلفات بود. در ولایت بدخشان با توجه به جغرافیای بسیار وحشی که داره ولایت و ای که به اصطلاح خانه ها بسیار غیر معیاری آباد شده و مخصوصا در مناطق آباد شده که از لحاظ خانه ها ساخته شده که از لحاظ ساختمانی در معرض آسیب هستند، مثلا یا در دامنه یک تپه ساخته شده که ممکن است در هر آن از برف کوچ یا از سیلاب متضرر شوند، و یا هم به شکل غیر معیاری ساخته شده که ممکن در یک زلزله بسیار صدمه ببینن. در زلزله که هفته جاری اتفاق افتاد، خوشبختانه تلفات جانی به دلیل ازی کم بود، یا حداقل آماری که فعلا ارائه شده آمار ابتدایی کمتر است، به دلیل ازی که زلزله در دو بخش بود، بخش اول بخش کمتر بود و باز مردم تانستن که تا یک محل مسون خود برسانن که زلزله شدیدتر به دنبالش بود. خب معمولا در پاسخدهی به حوادث هنوز هم معیارهای بین‌المللی متاسفانه یا عموم معیارهایی که به سرعت کمک به آسیب دیده ها رسانده شوه و آمار و ارقام ابتدایی جمع آوری شوه در افغانستان وجود نداره. ما به مشکل میتونیم آمار جمع آوری کنیم، تیمای سروی به اصطلاح آسیب شناسی کنن و بعد از او کمک رسانی شوه. اینا همه مشکلات خودش در هر مرحله داره. در مرحله اول خب من فکر میکنم اقدامی که حکومت افغانستان داشت، مخصوصا با توجه به اینکه یک وزارت جدیدی را در چوکات دولت افغانستان به نام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث ایجاد کرده، اما هنگی در سطح کابل مسئولانه تر بود و پاسخگویی هم به خاطر جلب کمک های خارجی حداقل از یک مجرا، از یک نهاد صورت می گرفت که به نام وزارت دولت در امور پاسخگویی بود. ما از اون لحاظ فکر میکنم یک مکانیزم تازه اساس گذاشته شده بود، ولی متاسفانه امی مکانیزمی که در کابل ایجاد شده هنوز در ولایات افغانستان و در قرا و قصبات افغانستان جایگاه و تعریف خودش پیدا نکرده. به این اساس او برنامه هایی که در کابل تر همیشه در ولایت متاسفانه عین برنامه ها نیست. به عنوان مثال در بسیاری مناطقی که آسیب دیده، در حداقل در ولایت بدخشان یا تخار که ما از بدخشان نمایندگی میکنم، هنوز هم به ما شکایت های وجود داره که مردم مثلا سه شب است که در بدون سرپناه زندگی میکنن. بعضی مناطق در اثر جنگ یا هم مسدود بودن راه ها و ای که راه ها راه مواصلاتی مشکل داره، برشان رسیدگی نشده، مثلا در ولسوالی یمگان، حتی در امی ولسوالی کشم. خانم کوفی، خیلی کوتاه من میخواستم خیلی کوتاه شما بپرسم که در نهایت میزان رضایت شما از واکنش دولت چقدره؟ خب یک بخش واکنش است، یک بخش هم اجراات است. واکنش البته خوب بود، برای از اینکه به شکل دوامدار مردم افغانستان در جریان قرار می گرفت از به اصطلاح از امو نوع تخریبی که صورت گرفته بود، ولی رسیدگی به قربانی ها، به کسایی که خانه های خود از دست دادن، هنوز هم که سه روز سپری شده، متاسفانه در یک سطح قناعت بخش بر مردم افغانستان نیست، مخصوصا که بعد از سه روز هم هنوز مردم شب را در به اصطلاح بدون سرپناه زندگی میکنن. هرچند افغانستان یک کشور سنتی است،
هر یک از خانواده‌های افغانستان حاضر است که یک کس دیگر در خانه خود جای بده. ولی وقتی ما به سطح دولت صحبت میکنیم، یک نهادی را صحبت میکنیم که مسئولیت باید داشته باشد در این زمینه. آقای کلانتری، میخواستم از شما بپرسم، با تو توصیفی که خانم کوفی کردن و حادثه خیز بودن جای جای افغانستان، چقدر نهاد شما یعنی هلال احمر و همینطور نهادهای دیگه که همکار هستند با شما آمادگی داشتن برای چنین حادثه ای؟ اول که تسلیت عرض می کنم به همه کسانی که عزیزان خدانده یادش عزیز داده و به تمام زخمی ها شفای عاجل می خواهیم. البته آمادگی ها طوری که وکیل صاحب گفتن نسبی از افغانستان، به خاطر که افغانستان همزمان هم آمادگی می گیرد و هم مواجه است با بسیار مسائل، اجازه نمی دادش که آمادگی های لازم داشته باشه. عوامل متعددی از خصوصا عوامل منازعاتی که در افغانستان چندین ده هست آمادگی ها را تحلیل می کند. این آمادگی های لازمه که ما در قبال یک زلزله داشته باشیم، به دلیل چند تا عواملی که ذکر کردم در شرایط فعلی ممکن نیست، ولی یک نوع آمادگی نسبی افغانستان از نگاه ساختاری، از نگاه پالیسی ها و رهنمودات دارد. افغانستان درگیر جنگ بوده، سالها هست که این وضعیت در افغانستان حاکمه. غیر از اون چرا، چه مانعی وجود داره که فکر میکنید ممکن نیست؟ آیا بودجه کافی وجود نداره؟ آیا نیروی انسانی کافی وجود نداره؟ چه مشکلی هست؟ یگانه مشکل از نظر هلال احمر افغانستان از نظر ما منازعات است. منازعات همیشه منابع و آمادگی ها را تحلیل میکند، تحلیل میده، کاهش میدهد. وقتی کشوری سالها در منازعه قرار داره، اتفاقا باید در این زمینه ها تجربه بیشتری وجود داشته باشه، آمادگی بیشتری وجود داشته باشه، به خاطر اینکه موضوعی نیست که هر از گاهی اتفاق بیفته. کشور خودش درگیر یک شرایط اضطراری است. ببینید، اگر ما به شما یک مثال بدم، اگر یک ولسوالی آمادگی ها به اون گرفته میشه، از زمانی که ولسوالی از کنترل دولت خارج میشه، تمام آمادگی و ابزارها از این نابود میشه، پس از سر لازم است کار شود. این مشکل افغانستان است. این مشکل در سایر ادارات، در سایر مناطق هم اثرگذار است و سرایت کننده است. خانم کوفی، شما چقدر این استدلال رو میپذیرید که به خاطر شرایط خاص افغانستان امکان این وجود نداره که به شکلی لازم برای حوادثی از این دست آماده شد؟ خب ما تا جایی میپذیرم که نظر به نبود یک شرایط عادی، ما نتانستیم که سیستم سازی کنیم، یعنی نتانستیم نهادها را به حد ظرفیت و پاسخگوییشان بلند ببریم که در اطور یک حوادث، حوادث طبیعی یا غیر طبیعی، اینا بتوانند به شکل معیاری و در نتیجه یک سیستم عمل کنند. به می سبب است که وقتی یک حادثه اتفاق میفته، تقریبا همه نهادها دست و پاچه میشن، شیوه هماهنگی درست نیست، شیوه کمک رسانی و عرضه خدمات معیاری نمیتونه عرضه شود، به دلیلی که ما در یک شرایط جنگی زندگی میکنیم. ولی متاسفانه ما یک تعریف خوب از حوادث در افغانستان نداشتیم و یک برنامه‌ای که برای پیشگیری حوادث هم بوده نداشتیم. ما معمولا با حوادث مجادله کردیم تا مبارزه. وقتی که ما مبارزه میگیم، به این معنا که تنها بحث مجادله یا به اصطلاح رسیدگی به قربانی ها و کمک های پس از حادثه نیست، راه ها و کمک های باید سنجیده شود که، یا برنامه های باید سنجیده شود که سطح تلفات را در یک حادثه کاهش بده. مثلا خب زلزله ممکن یک حادثه طبیعی است که هیچ کسی از او نمیتونه جلوگیری کنه، ولی در شهرهای مثل کابل تمام تعمیرهایی که در 13-14 سال گذشته اعمار شده، همه از اینا نقشه‌هایشان حداقل یک قسمت از آسیب دیدن، یا مثلا دیوارها درز پیدا کرده. بدل از اینکه اینا زمانی که برشان نقشه داده میشد، یا نهادهایی که مأمور هستند که اینا رو نظارت کنن، در مورد زلزله یا سنجش فشار زلزله را هیچگاهی در قسمت معیار ساختمان در کابل در نظر نگرفتن. به این شکل مثلا وقتی شما از برف کود صحبت میکنین، ما به شما گفتم که تمام خانه ها در قرا و قصبات ولایت بدخشان حداقل اکثرا در ولسوالی ها پس از کو ساخته شده، یعنی متصل به کو یک خانه است که خودش در معرض یا کمترین زمینی هم که اونجا پیدا شده یک قریه ساخته شده که خود از این در معرض برف کوج و سیلاب است. خانم کوفی، شما به خوبی به مشکلات اشاره کردید، خیلی توضیح درستی دادید. منتها شما خودتون سیاستمدار هستید، در پارلمان هستید. همین شهر کابلی که شما اشاره کردید بر روی یکی از گسل‌های فعال قرار داره، هر لحظه ممکنه که زلزله بیاد. شما خودتون در پارلمان وقتی حرف از برنامه میزنید، چقدر روی برنامه کار کردید یا چقدر در این زمینه فعال بودید؟
طبیعتاً هم از طریق کمیسیون ها که یکی از ساختارهای نظارتی پارلمان است و هم از طریق جلسه تالار عمومی که یکی از ساختارهای مهم نظارتی پارلمان است، هر از گاه مسئولین که مربوط هستند به خاطر امی کمبودی هایی که در بخش رسیدگی به حوادث است و جلوگیری از حوادث طبیعی است ما فرا خواندیم و نظریات و پیشنهادات خود دادیم، حتی گاهی اوقات طرح ها هم عملی برشان دادیم. ولی یک مشکلی که در افغانستان است این است که وقتی یک مسئول درجه اول تبدیل میشه کسی دیگه میای همه سیستم را از سر میسازه، یعنی تداوم کاری وجود نداره. هر وزیر که تازه آمد و فکر میکنه که همه کاری که در گذشته صورت گرفته همه غلط بوده، اشتباه بوده، اثر باید آغاز کنه، تمام برنامه خوب و خرابی که در گذشته صورت گرفته برای ریفرم و اصلاحاتش میپردازن که یک مشکل کلان است. اینم است که سیستم را از بین میبره. یعنی ما اگر طرحهای بسیار خوبی را در بعضی وزارتخانه ها داشتیم، با تغییر حکومت هر یک از او یا برهم خورد یا هم دوام پیدا نکرد. بنان بر سیستم سازی که افراد تنها سیستم را به چرخانن کار صورت نگرفت و ما هم در این زمینه کار بسیار سیستماتیکی انجام ندادیم. پارلمان افغانستان هم بیشتر تمرکز کارش روی قانونگذاری بود نه روی نظارت مؤثر که بتونه منجر به ساختن سیستم شود. من همراه شما در این موافق هستم که ما باید مثلا حداقل در کابل که در دید همه انظار همه است برای معیاری ساختن تعمیرای کابل باید تلاش میشد. کمیسیون ها یا نهادهایی که مسئول هستند و وزارت های مربوط که متاسفانه خب یک بخشی از فساد را که در یک از وزارت هایی که مسئول است وزارت شهرسازی، شما چند پیش اطلاع حاصل کردین و خبر شدین از طریق رسانه همه خبر شدن. من فکر میکنم که آل وقت عزیز که ما برای چون با توجه به اینکه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث ساخته شده، ما برای ساختن یک سیستم برای رسیدگی به حوادث کار کنیم، سیستمی که خودش پاسخ بده. مثلا وقتی حادثه میشه ما چند ساعت بعدش یا چند روز بعدش توقع داشته باشیم که آمار ابتدایی تلفات بیرون میشه، چند روز بعد چند ساعت بعد توقع داشته باشیم بعد از او اولین پاسخی که برای قربانی‌ها است یا اولین رسیدگی چی میتونه باشه. حالا ما توقع نداریم که قربانی‌ها برشان در این مرحله خانه اعمار شود، ولی توقعی از این مردم ندارن که با داشتن یک کمک که یک کشوری که همه ممالک حاضر هستند کمک کنند. شما شاهد بودین که در روزهای اول ترکیه، هندوستان، چین، ایالات متحده آمریکا اینا ابراز آمادگی کردن برای رسیدگی به حوادث. با وجود همی کمک های یا ظرفیت برای جذب کمک های زیاد، مردم قناعت ندارن که بعد از 3 روز هنوز هم مثلا در بدون سرپناه به سر ببرن. آقای کلانتری، شما اشاره کردید که خیلی سخت است آماده شدن برای موضوع مثل زلزله، ولی مثلا در یکی از موارد 10-12 نفر از شاگردان یک مکتب یا یک مدرسه زیر دست و پا کشته شدند به خاطر ترسی که ایجاد شد. اینها خیلی آموزش های ابتدایی رو میطلبه. مثلا در همین کابل اگر فرض بفرمایید زلزله رخ بده یا حالا سیل یا حوادثی از این قبیل، چقدر به مردم آموزش های ابتدایی داده شده که اینها بتونند جان خودشون رو نجات بدن یا به آسیب دیده ها کمک بکنند؟ خب تا جایی که من اطلاع دارم از جانب لاله‌احمر، برنامه آموزشی در بسیار مناطق به شمول مکاتب در مورد نه تنها زلزله تا سایر حوادث هم هست، ولی به طور مشمول تمام افغانستان نیست. البته برنامه تداوم لازم داره و در پلوش آنچه که من گفتم، من خیلی مثالا دارم. مثلا شهر قندوز شما نگاه کنی، خیلی تدابیر در چند سال گرفته شده ولی در چند شب نابود شد. پس دوباره تو زمان کار داری که باز برسی به اون مرحله. هیچ زمانی هم نداری که تا این زمانی که تو میرسی آمادگی ها رو میگیری آیا این میمانه ماندگار است یا نه. به این خاطر است که ما گفتیم، ما هرگز نمیگویم که هیچ ممکن نیست آمادگی به زلزله، امکان دارد، ولی یک محیط باثبات هم کار داره برش که تو بتونی تدابیر لازم تا بگیری و تدابیر تو پایدار بماند. خب شما اشاره کردید به اینکه آمادگی هست، یعنی شما یه تلاش های کردید مثلا در خود شهر کابل که مورد توجه هم هست، به نسبت بالاخره امنتر هم هست نسبت به خیلی از جاهای دیگه در افغانستان به خاطر حضور نیروهای امنیتی. همینجا اگر زلزله بشه، یکی از مهمترین مشکلاتی که پیش خواهد اومد خانه های متعدد سنتی و در حقیقت پرشماری است که در روی تپه ها ساخته شده یا روی سینه‌کش کوه ها ساخته شده. چقدر آمادگی وجود داره که مثلا به اونها خدمات داده بشه یا این آموزشی که شما بهش اشاره میکنید چقدر به اونها داده شده؟ بله، به خانه هایی که شما ذکر کرده یکی از نگرانی ما هم است و از تمام جامعه افغانستان باید باشد. خانه هایی که در کابل در اطراف کوهایش بدون پلان
به زور ساخته میشه، این خانه ها حداقل معیارات هم در نظر نمیگیره و فقیرترین مردم در این نقاط زندگی میکنند. خب آقای کنتر، مشخصا سوال من اینه، شما اشاره بیشتر از 80 هزار نفر در مثلا همون خانه ها زندگی میکنن که اتفاقا در مرکزی ترین نقطه های کابل هم هست. اصلا شما به این فکر کردید که به اینها مثلا آموزش بدید در زمینه سیل یا در زمینه زلزله؟ بله، هلال احمر افغانستان چندی برنامه ها داشته در طول سالها به شهر کابل به مکاتب داشته تا سرحدی که به اطفال مکاتب ما در مورد خطرات از طریق اون کسی که نوشته نمیتونست رسامی مسابقات به سطح ملی گرفتیم. این برنامه هلال احمر افغانستان بوده، با وزارت معارف افغانستان ما چندی مرحله چندی تا موافقت نامه داشتیم در بخش های مختلف تا جایی که توان هلال احمر از ولی هلال احمر افغانستان به طور قد نمیتونه تمام افغانستان زیر پوشش برنامه های خود بگیرد. موضوع دیگه که کاهش خطر حوادث در امر رسیدگی به حوادث خیلی مهم است، یعنی پیشا پیش تو خطرات کاهش بدی. باز کاهش خطر حوادث مستلزم یک محیط باثبات است، چون تو زمان کار داری و منابع لازم کار داری و این منابع تو بمانه نابود نشه به اثر یک عاملی که دوامدار افغانستان را تهدید میکنه. این از نظر ما، البته از نظر لال احمر. اما آنچه که کوفی صاحب پیشتر گفت، تا جایی که من اطلاع دارم، تا جایی که من میدانم، من اسناد پاکستان، اسناد رسیدگی به حوادث ایران، از هندوستان و از بسیار کشورها را مطالعه کردیم، از نگاه قوانین، از نگاه پلان ها، از نگاه استراتژی ها در بخش حوادث، از نگاه ساختار، البته تشکیلات خیلی تشکیلات خیلی خوبی داره افغانستان طراحی که در ریخت تاثیر داره، اما این که در تطبیقش به چالش های ما مواجه هستیم او یک امر دیگه است که امیدوار هستم که ما بتونیم آهسته آهسته تطبیق قضیه را در سطوح مختلف ما نهادی نبسازیم. ولی از نگاه ساختارا، از نگاه پالیسی ها، پروسیجرا، و تا جایی که من علمیت دارم میدانه میره، این نسبت به تناسب همسایه ها خوب است. اما همسایه ها چون نظام باثبات دارن، کارمندای دوامدار دارن، طوری که بیشتر کوفی صاحب گفتن، اینا میتونن در تطبیق از اونا همون دانش و تجربهش بمانه. افغانستان زود تغییرات میاد و این تغییرات سبب ازی میشه که یک آدم نوامد از او قوانین و پروسیجرها یا تجاربش کم از نمیتونه در تطبیقش به مشکل مواجه میشه. خانم کوفی، یکی از مواردی که اینجا خیلی اشاره شد بحث نارامی ها هست، ولی در مورد همین زلزله هم حتی طالبان بیانیه دادن و گفتن که مانع عمل کرده نیروهای امدادی نمیشن و حتی گفت از اونها هم خواهش کردن که بیان و به مردم رسیدگی بکنن. چقدر واقعا در حوادث طبیعی شورش ها و جنگ ها و نارامی ها در مشخصا در رابطه با خود حوادث مشکل ایجاد کرده؟ خب ما یقین ندارم که واقعا کمک ها به مناطقی که یا ساحه تحت کنترل طالبان یا هم از منطقه باید عبور کنه، تیمای مدد رسان که از منطقه تحت نفوذ طالبان عبور میکنه، ما فکر نمیکنم واقعا اینا صادق باشن. برای اینکه حداقل یکی از ولسوالی هایی که در بدخشان مثلا باید کمک های عاجل برسه، چون بعضی قریه ها تا 70% هم خراب شده، ولسوالی یمگان است، یمگان ولایت بدخشان، که با توجه به نارامیایی که بین ولسوالی یمگان و جرم وجود داره، کمک‌ها به شکل دوامدار از نهادهای دولتی و غیر دولتی نمیتونه به اونجا برسه. ممکن است گاهی اوقات حتی به کارمندان دولت اینا مشکل ایجاد کنن. ما اولین بار است که چنین شنیدیم از آدرس به نام طالبان. حال حتی سر ازی اعلامیه های از اینا مادم گاه اوقات نمیتونه باور داشته باشه، برای اینکه شما در جریان هستین که در اعلامیه ملا عمر ما در روز عید دیدیم، ولی جالبی بود که باز ملا عمر وجود نداشت. من باور ندارم که واقعا نمی اعلامیه از آدرس طالبان یا گروه های جنگی در افغانستان نشر شده باشه، چون گروه های جنگی هم تنها طالبان نیستن. حال در ننگرهار که یکی از ولایتی که دومین تلفات را داره در حوادث، اونجا بر علاوه طالبان داعش هم فعال است. یعنی علت ناامنی تنها حضور طالبان نیست، داعش هم است، که اینا باز مشکلات بین خود را هم دارن. یقینا حضور گروه های شورشی و گروه های تروریستی پروسه مددرسانی را به مردم آسیب پذیر بیشتر مشکل ساخته. حداقل در ولایت بدخشان که به اصطلاح مستقیما در جریان هستم، میدانم که به مشکل بیشتر گروه های مددرسان دولتی را حداقل مواجه ساخته. آقای کلانتری، خیلی خیلی کوتاه، چقدر شورش ها و ناامنی ها و مشخصا مثلا گروه های مثل طالبان برای کار شما مشکل ایجاد کردند؟ خیلی کوتاه لطفا.
الهلال احمر افغانستان به اساس اصول اساسی بی‌طرفی، غیر جانبداری، بشر دوستی و فعالیت‌های مستقلانه عمل می‌کند. البته تا یک حدی این اصول ما پیش گروه‌های مسلح درگیر رعایت می‌شد. همین اکنون الهلال احمر در ساعات ناامن فعالیت داره، مثلا در بدخشان که وکیل صاحب اینجا است، در جرم، در یمگان، در وردوچ و کش، ما این ساعاتی که ناامن است الهلال احمر افغانستان تیمایش رفته است، در دهن غوری الهلال احمر افغانستان رفته و در کنر و جلال آباد و نورستان و لغمان در ساعت ناامنش مربوط الهلال احمر رسیده فعالیت میکنه. به این معنی نیست که وقتی ما میگویم یک سایه ناامن، این به این معنی نیست که گروه هایی که در اونجا است ما را پذیرفت اشکال نداره. خطرات ماین زمینی هست، خطرات عملیات نظامی هست و در پهلوش احتمال داره که سایر گروه های مسلح باشه که با اون گروهی که گفتم میپذیرم ممکن او هم خطر آفرین باشه. الهلال احمر فقط یک نشان سرخ دارد، رعایت نموز دیگر نه سلاحی دارد و نه محافظی دارد. با همین منابع خود میبره، با نیازمندترین مردم توزیع میکنند. سپاسگزارم از عبدالرحمن کلانتری، رئیس اداره حوادث الهلال احمر افغانستان و همینطور فوزیه کوفی، نماینده ولایت بدخشان در مجلس افغانستان. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشی انتقادآمیز از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد و در اون افزایش شمار اعدام‌ها، نقض نظام قضایی و سرکوب روزنامه‌نگاران، ناراضیان و زنان را محکوم کرد. او در این حال از توافق هسته‌ای با ایران استقبال کرده. همکارم بهمن کلباسی در گفتگوی با احمد شهید ابتدا از تأثیر این توافق بر وضعیت حقوق بشر در ایران پرسیده. من به سه دلیل این حرف رو زدم. اول اینکه این توافق نتیجه همکاری دولت جدید ایرانه و دیدن ثمره موفقیت این مذاکرات یکی از دلایل حمایت من بود. دلیل دیگه اینکه این توافق به معنای لغو تحریم‌ها علیه ایرانه که تأثیرات بسیار منفی روی اقتصاد کشور داشته و در ضمن نگرانی‌هایی هم از نظر نقض حقوق بشر ایجاد کرده بود. و خب از بین رفتن این نگرانی‌ها باید مورد استقبال قرار گرفته بشه. دلیل بعدی اینه که باید یادمون بمونه که صلح، توسعه و حقوق بشر همه با هم مرتبط هستند. برای همین اگر در یکی از اونها پیشرفتی حاصل بشه، باید از اون حمایت کنیم و منتظر پیشرفت در زمینه‌های دیگه هم باشیم. امید من اینه که گفتگو با ایران و همکاری‌های اقتصادی و تجاری با این کشور و تماس بیشتر با دنیای خارج اولویت‌های داخلی ایران رو تغییر بده و روابط اونها با دنیا رو بهتر کنه. صدای منتقدین رو هم شنیدید، کسانی که میگویند برعکس این توافق کمک میکنه به تثبیت نیروهای سرکوب در ایران و وضعیت حقوق بشر بدتر هم خواهد شد. پاسختون به اونها چیست؟ باید به تأثیرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این توافق نگاه کنیم. در کوتاه مدت بله، ممکنه بعضی نگران این باشن که به وضعیت داخل ایران توجه نشه. ولی من فکر میکنم این نگرانی بی اساسه، چون توجه به مسئله حقوق بشر در ایران ادامه داره و ادامه خواهد داشت. تحریم‌ها در گذشته روی جنبش اصلاح طلبان ایران هم تأثیر منفی داشته. کسانی که این جنبش‌ها و کمپین‌های حقوق بشری رو رهبری می‌کردند، نیاز داشتند با دنیای خارج ارتباط برقرار کنند، سفر کنند و برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های خارج از کشور برند. همه اینها تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته بود. موضوع اینه که برای اینکه حکومت‌ها پاسخگو باشند، باید از راه‌های مختلف استفاده کنیم، مثل نظارت عمومی و بعد قانع کردن مسئولان دولت و نخبگان به عملی کردن تعهدات بین‌المللی‌شون. در این گزارش همچنین آورده اید که نوع برخورد مقام های ایران یک قدری با گذشته فرق کرده. تفاوت اصلی کجا بوده این بار؟ میخوام اینجا به سه نکته اشاره کنم. اول اینکه ایران چند سالی به بازرسان حقوق بشر اجازه ورود به ایران رو نمیداد، اما حالا ایران از این گزارشگران دعوت به عمل آورده. البته هنوز در زمینه‌هایی که نگرانی‌های بسیار جدی وجود داره این صورت نگرفته، ولی به هر حال دعوت از گزارشگران حقوق بشر که به کشور برند و وضعیت حقوق بشر رو بررسی کنند پیشرفت قابل توجهی محسوب میشه. نکته دیگه گفتگو با منه. اونها حالا وارد گفتگوهای منظم درباره مسائل خاص مثل قاچاق مواد مخدر و اجرای حکم اعدام شدند. امیدوارم این رفتارشون کماکان ادامه داشته باشه و در آینده به من اجازه وارد شدن به بخش‌های دیگه هم داده بشه. سوم اینکه بر اساس اون چه
تازگی دیدم و صحبتی که با سفیر اینجا داشتم به نظر میاد که در داخل ایران هم در مورد اینکه چگونه با این نظارت‌ها و بازرسی‌ها برخورد بشه اختلافاتی وجود داره. ولی عده‌ای هستن که فکر می‌کنن گفتمان با دنیای خارج راه حل مناسبیه. وقتی همه این ابعاد کنار هم می‌ذاریم بُعد تازه‌ای داریم که شاید چندان عمیق نباشه ولی باید از اون استقبال شه به خاطر اینکه می‌تونه راهی برای مشارکت بیشتر باشه. Because it can lead to a more substantive engagement in the time to come. با آقای خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل هم همونطور که گفتید دیدار کردید، در این گفتگوها چه گذشت؟ نمیخواستم در این ملاقات نگرانی خاصی ایجاد کنم چون هدف دیپلماسی همینه، ولی به نظر میاد که طیف‌ها و گروه‌های مختلف نخبگان در ایران درباره نحوه پاسخگویی به انتقادات درباره وضعیت حقوق بشر در کشور نظرات متفاوتی دارند. خیلی‌ها معتقدند که این انتقادات منصفانه نبوده و سعی در اثبات سیاسی بودن این انتقادات دارند، ولی در ضمن افرادی هم هستند که درک کنند که بعضی موارد باید بررسی بشه، مثلا مسئله اعدام و تعداد زیاد اعدام ها، اینکه این کار چه تأثیری در حل مسائل داشت. اینها نشون میده که گفتمانی حول محور این موضوع وجود داره، ولی مثل خیلی کشورهای دیگه نمیخوان که این بحث ها به صورت عمومی انجام بشه و به گوش همه برسه. ولی وقتی این گفتمان عمومی شد، اونها وظیفه دارن در اون شرکت کنن و شفاف سازی کنن. حتی در چند سال گذشته که برای من موانع زیادی ایجاد شده بود، وقتی مسئله به صورت عمومی مطرح می شد و یک کمپین عمومی ایجاد می شد، اونها مجبور به پاسخگویی بودند. البته نه همیشه. در مواردی اونها اصلا به این کمپین ها توجه نکردند و کار خودشون رو انجام دادند. ولی در مواردی هم عقب نشینی کردند. برای همین یه دوگانگی وجود داره. So there is that duality to the approach that is coming through as well. آیا هیچ امیدی هست که اجازه سفرتون به ایران رو بدن؟ Well, I don't think there's a visit in the cards immediately, but I think the discussions will continue as how best to do this. But I think Iran will realize. فکر نمی کنم به زودی سفری داشته باشم، ولی فکر کنم مذاکرات پیرامون این مسائل ادامه داشته باشه. فکر می کنم ایران به این درک میرسه که سفر من به کشور به نفع اونها خواهد بود. اگه اونها از این ناراحتن که گزارش های من یه طرفن، به این دلیل که اونها مشارکت لازم رو نمی کنن. ولی اگه من به ایران برم و بتونم با مقامات و مسئولان صحبت کنم، اون وقت صحبت های اونها و نقطه نظر های اونها در این گزارش ها آورده میشه. اگرم فکر می کنن که گزارش های من دقیق نیستن، میتونن با راه دادن من به کشور به من ثابت کنن که من اشتباه میکنم. ولی من فکر میکنم که گزارش های من دقیق و صحیح و مستندند. اگه هر گونه نگرانی دارن، بهترین راه رفع اون باز کردن کشوره، نه بستن همه درها. I think that they are quite valid, they are properly authenticated and documented. But even then, even if still they are concerned about this, it is far better for them to explain their position by opening up rather than stonewalling and preventing any examination of the issue on the ground. در این گزارش این تصویر کلی رو به دست میدید که وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر نشده، در مواردی حتی بدتر هم شده. پاسختون به کسانی که میگویند این سمت و داشتن گزارشگر ویژه تأثیری نداشته چیست؟ Well, one mustn't expect overnight change on human rights. It's not just on and off switch that you have. Although من میگم که گزارش های من در این 4.5 سال به کسانی که صدایشون به گوش کسی نمیرسه فرصت حرف زدن داده، نگرانی ها و موارد نقض حقوق بشر رو مستند کرده و حداقل باعث ایجاد فضای بحث در داخل ایران شده. اگر این گزارش ها نبودند، تنها به عهده خود ایرانی ها بود که نگرانی هاشون رو به روشنی بیان کنند. و وقتی چنین اتفاقی می افتاد، احتمالش زیاد بود که با اتهام تبلیغ علیه نظام یا اتهامات امنیتی دیگه روبرو بشن. و علاوه حالا در سطح بین الملل آگاهی بیشتری از اونچه در ایران میگذره وجود داره. وقتی از این مسائل صحبت میشه، طبعا تغییرات رو هم به دنبال خواهد داشت. بدون شک راه حل سکوت نیست. وقتی مشکلات در یک کشور وجود داره، باید به طور علنی در مورد اونها صحبت کرد. You have to bring out into the public domain information about what's happening in a country when things are not. گفتگوی همکارم بهمن کلباسی بود با احمد شهید، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران. و این بود صفحه 2 آخر این هفته. این برنامه و همینطور برنامه‌های هفته‌های گذشته در صفحه 2 در وبسایت ما bbcpersian.com قابل دسترسی است. این برنامه همینطور در صفحه فیسبوک ما هم هست. آدرس فیسبوک ما facebook.com/صفحه 2. از وبسایت و همینطور از صفحه فیسبوکی صفحه 2 میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه امشب برای ما ایمیل کنید. این برنامه رو در کانال یوتیوب ما هم میتونید ببینید.
برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. روز و شب بر شما خوش.